وای عزیزم، باورم نمیشه. بالاخره میتونیم با هم ازدواج کنیم. باورش برای منم سخته، ولی داریم موفق میشیم. خیلی برام عجیبه. خیلی زود برامون تاریخ مشخص کردن. من فکر میکردم حداقل چند هفته بعد صبر کنیم. راست میگی مرت، حالا چطوری به همه کارامون برسی؟ اول باید لباس عروسمو بخرم. لباس عروسم نشد اشکال نداره، یه چیز سفید و شیک باشه. نه خیلی هم اشکال داره. میریم همشون رو نگاه میکنیم. میخوام بهترین لباس عروسو برات بخرم عزیزم. لباس آماده نمیخوام، اینجوری خیلی گرون میشه، وقتم نداریم بدوزن. حالا اون به کنار، مو و آرایشگاه هم هست. آها شنل هم هست، اونم میتونه کمک کنه برای موها، میتونم برم پیشش. خب مرد، باید خونه رو تمیز کنیم، باید یه لیست از مهمونای مراسم آماده کنیم، براشون کارت دعوت بفرستیم، کلی کار داریم که باید انجامشون بدیم. آسیا آروم باش، به همشون میرسیم. تو خون سردی تو حفظ کن. اینجوری با عجله نباید وقتو از دست بدیم. بریم از الان شروع کنیم. آسیا اول خونه رو آماده میکنیم. وای وای خوبه، خیلی خوشگله. الان تازه فهمیدم چرا آدم دلش میخواد همیشه تو این خونه بمونه. آره خب ازش لذت ببر. من میرم توپراکو بیارم، میگم یه جلسه یه کاریه، برای اینکه خسته نشه اینجا جلسه گذاشتیم. منو ضایع نکنی یا فهمیدی؟ آیدان من مثل تو احمق نیستم، خوب میدونم باید چی کار کنم و چی کار نکنم. نگران نباش، اشتباه نمی کنم. برای آقا توپراک یه جلسه برگزار کنم که تا حالا همچین چیزی تو عمرش ندیده باشه. نترس. خوبه؟ خوبه. آها راستی آیدان، اول از همه بگو یه اسپرسو برام بیارن. چی شده؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ به هالیده میگم برات بیاره. خیلی ممنون. عزیزم بریم اینا رو ببینیم. آره لباسای خوشگلی داره. نمیتونم به مامانم فکر نکنم. اول یه پیام به شنل بدم، قبل از اومدن بحثمون شد، ببینم حالش خوبه یا نه، بعدش لباسا رو میبینیم. خیلی خوب باشه. چه خبر عزیزم؟ حال مامانم خوبه؟ مشکلی که پیش نیومده؟ نگران نباش عزیزم، حال مامانت خوبه، چایی درست کردی. شما چی کار کردی؟ این روز عقد مشخص کردی؟ آره هفته بعدی. آه اینقدر زود؟ خیلی برات خوشحال شدم عزیزم، مبارک باشه. حال مامانم خوبه. خیلی هم عالی. آسیه یادت رفت یه کاری تو لیستت اضافه کنی. چیو؟ این که به خانواده همون تاریخ عقدو بگیم. مامانم حتما قشقلق به پا میکنه. مادر منم همین کارو میکنه. مطمئنم اگه بفهمه تاریخش انقدر زوده حتما چند بار قش میکنه. الان دیگه نمیشه کاری کرد. هر طوری که هست باید به اونام بگیم. آسیه فقط یه راه برای انجام دادنش هست. چه راهی؟ خب راستش از اوستای یاشار بخوام که دوباره پادرمیونی کنه. اگه فقط با بازار داخلی کار کنیم خبری از پیشرفت نیست، مجبوریم با خارجی هم همکاری کنیم. از طرفی دولت به شرکت‌های کوچیک مثل ما برای همکاری با شرکت‌های خارجی وام میده. منم تو این برگه یه لیست از شرکت‌هایی که میتونیم باشون کار کنیم و نوشتم. بفرمایین آقا توپراک. تبریک میگم آقا یلچین، واقعا خوب تحقیق کردین. خیلی ممنون. یعنی فکر میکنی باید بریم سمت غربی؟ بله البته اگه میخواییم پیشرفت کنیم. به نظر من الان بهترین شرکت ها تو اروپا قرار دارن. بله
خیلی معذرت میخوام، این یکی از همون مشتریای خارجیه، باید جوابشو بدم، منو ببخشید. سلام، حالتون چطوره؟ به نظرم آقای یلچین هم باهوشه و هم پشتکار خوبی داره. الو، کجا این پس؟ باید برم سر کارم. 5 دقیقه دیگه میرسم. قضیه حله؟ بله بله، همه چی حله. باشه، 5 دقیقه دیگه اونجام. آها، اومدین. بفرمایین داداش. خوبه. اونقدر که انتظار داشتم اسم زیادی نبوده. سلام اج خانم، من که از دیدنتون خوشحال شدم، شما چطور؟ ممنونم، دارم شما رو اینجا میبینم. با آقا توپراک اینجا جلسه داشتم. آها، واقعا؟ خسته نباشین. درباره شرکت... ببخشید، من باید اینو جواب بدم. الو؟ کریمان خانوم، باغبون گفت کدوم گلا رو باید بزنه. منم گفتم اول باید با شما هماهنگ کنم. میتونه کارشو از همینجا شروع کنه. اما اگه نظر منو بخواین بهتره یه کار دیگه انجام بدی. خیلی خوب، هر جور خودت صلاح میدونی، فقط باغچه رو خراب نکنی. باشه. خیلی خوب، برین، حواست باشه. حالیده. چشم. دارین به چی فکر میکنین؟ به آسیه فکر میکنم. نمیتونم رفتنش رو تحمل کنم ماهر جون. من فکر نکنم این تصمیم رو خودش گرفته باشه. انقدر عاشق مرد شده که هر کاری که اون بگه میکنه. میدونم در حد من نیست، ولی از این دختر خیلی نمیبینین. به نظر من از این عشق منصرف بشین بهتره. ماهر، کی دیدی من از چیزی که بخوام منصرف بشم؟ هر طور هست آسیه باید برگرده. خیلی خوب، ولی چجوری؟ آسیه عاشق مرته، الان به جز اون کس دیگه ایرم نمیبینه. تو مثل من آسیه رو نمیشناسی. اون عاشق کارشه، نمیتونه کارشو ول کنه. منم از همین استفاده میکنم، دیر یا زود برمیگرده همینجا. الو، کاغذ خودکار داری؟ بگو،
خونه این زن رو پیدا کردم. اسم باباش عثمانه، مادرش هم که مرده، نامادری داره، اسمش زرینه، شوهر و بچهش هم مردن. باشه، این اطلاعات کافیه به درد بخورن. آفرین. الو، چند دقیقه پیش که زنگ زدی نتونستم جواب بدم. من که زنگ میزنم تو جواب نمیدی. چی شد؟ درباره زن قبلی توپراک تونستی چیزی پیدا کنی؟ نه، هنوز نه، اما نزدیکیم. لیست همه زنایی که این اسمو دارن دست منه، همشونو میگردم. خیلی خوبه، سراغ همشون برو، نباید هیچ کدومشون از قلم بیفته. نگران نباشی، من اشتباه نمی کنم. خیلی خوب، زود باش، تا توپراک یادش نیومده باید اون زنو پیدا کنیم. اونقدر که فکر میکنین این کار آسون نیست. من همیشه کارمو بدون نقص انجام میدم. پس باید یکم صبور باشین خانم جون. باشه فهمیدم، ولی ما زمان زیادی نداریم. هر روز یه چیز جدید یادش میاد، نگرانم. نگران نباشین، من این کارو زود انجام میدم. هر اتفاق افتاد بهتون زنگ میزنم. باشه باشه. الو، چی کار کردی پسر؟ چی شده؟ چرا صدا در نمیاد؟ خوبه خوبه، منم با شکم کار دارم. دنبال یه زنم، اسمش فیدان اکسوه، اسم پدرشم عثمانه. باشه، فقط یکم عجله دارم. خیلی خب، پس من منتظر خبرتم. فیدان اکسو 1. بریم زیارت اولین فیدان اکسو. خب ظرفا رو شستم. دست درد نکنه دخترم. چایی تو که نخوردی خاله؟ بذار عوضش کنم، سرد شدی. آی نه دخترم، زحمت نکش دخترم، چایی نمیخورم. اوه، حتما آسی هست. اوستا یاشار زنگ زده. سلام اوستا یاشار، تعمیرگاه؟ آی نه به خدا، نمیتونم بیرون بیام، اصلا حالم خوب نیست. باشه باشه، الان حاضر میشم میام. میگه بیا تعمیرگاه، کارت دارم. ای بابا، خب چرا؟ نمیدونم، چیزی نگفت. باشه. آخ، واسه چی باید برین تعمیرگاه؟ نمیدونم، چیزی به هم نگفت. من میگم تو خودتو خسته نکن، من میرم ببینم چه خبره. ها نه خاله زرین، ماشین واسه همین وقت هاست، من تو این شرایط نمیتونم تنهات بذارم. جدی میگم دخترم، تو خودتو اذیت نکن، من خودم میرم، همه چی واسه تعریف میکنم. ای بابا چرا تعارف میکنی خاله زرین؟ من فقط میخوام شما رو برسونم. بریم. حالا که اصرار میکنی باشه، بریم. نکنه در مورد مهدی؟ نمیدونم، میریم میفهمی. بفرمایین کریمان خانم. برای شام غذای با روغن زیتون آماده کردی؟ هنوز نه خانم. خوبه، شام منو با روغن زیتون بپز. چشم، هر طور که شما بخواین. چیز دیگه یه میخواین؟ نه خسته نباشین. خیلی ممنون. از آیدانم بپرس، شاید اون چیز دیگه ای بخواد. بله حتما کریمان خانم. نباشی خاله هالیده. سلامت باشی دخترم. مامان، کرمان چرا یه جور به فیدان نگاه میکنه؟ نمیدونم پسرم، هر وقت فیدان و توپراکو با هم میبینه اینجوری میشه، مشخصه که عصبانی میشه. دختر بیچاره رو خیلی اذیت میکنه، من تا حالا همچین آدم ظالمی ندیدم. ولی من میدونم باید خیلی مواظب فیدان باشی مامان.
چه جوری مواظبش باشیم؟ تا وقتی اینجاست این کار واقعا خیلی سخته پسرم. بگو دیگه اوستا یاشار، از کنجکاوی مردم. هر حرفی داری زودتر بهمون بگو، هممون رو اینجا جمع کردیم. آره اوستا یاشار، کارو زندگیمونو ول کردیم اومدیم. بگو دیگه، هر حرفی داری زودتر بگو. صبور باشین خانما، تا چند دقیقه دیگه میفهمین که برای چی اینجا اومدین. سلام به همه. همه اومدن؟ همشون خوش اومدن. حالا که همه حاضرن باید خبر خوبو بهشون بگیم، هرچند شاید بتونن حد بزنن خبر خوب چیه. من و آسیه امروز تاریخ عقدمونو مشخص کردیم، به زودی ازدواج میکنیم. خبر خوبت همینه پسرم؟ این خوبه؟ این بدترین خبر بدترین. این اتفاق هرگز نمیفته. فهمیدی چی گفتم؟ همین که گفتم. زرین خانم این حرفا رو نزنین، ازتون میخوام آروم باشین. ما این کارو میکنیم مامان، چه موافق باشین چه مخالف. ببین اینم سندش. این چیه دیگه؟ ها؟ چی؟ اینقدر زود پسرم؟ مبارکت باشه آقا مرد. بده من اون کاغذو ببینم. بده. شما عقلتون از دست دادین؟ چطور انقدر زود براتون تاریخ مشخص کردن؟ اصلا امکان نداره. منم قبول نمی کنم. حق ندارین ازدواج کنین. آیشه خانم، حداقل تو اینجوری نکن. با این حرفا زدین تو ذوق این دوتا، خوبیت نداره. همه این حرفا درست دوستا یاشار، ولی تو این وقت کم چطور میتونن همه کارا رو انجام بدن؟ لباس عروسیشون هست، خونه هست، وسایل هست. اصلا امکان نداره که بتونن. مامان ما فکر همه چیو کردیم، تقریبا همه چی آماده است. همه چی تقریبا آماده است؟ همینقدر ساده دخترم؟ به منم خبر ندادن، همه چی رو آماده کردن. آره دیگه، من که اصلا مادر تو نیستم، یه موجود ترسناک و مزاحمم برای تو. خب بعد از عروسی میخواین کجا برین؟ عمو یاشار قراره یه خونه بهمون بده، وسایلم داره، قراره بریم اونجا. شنل ازش بپرس، عروس و داماد قراره تو خونه مردم با وسایل کهنه زندگی کنن؟ برای یه مدت آره. مرت یه دوست مبل فروش داره، تا چند روز دیگه مبل حاضر میشن، فقط تا وقتی مبل برسه. لباس عروسم نداره، روز عقد میخواد چی بپوشه؟ رو پوشه تمیگای اوسا یاشارو؟ اون مشکلم حل کردیم. اینو می پوشم مامان. چطوره؟ خوشت اومد؟ شنل بهش بگو من برای روز عروسی دخترم هزار تا امید آرزو داشتم، همشو خراب کرد. مامان خواهش میکنم این کارو نکن، اینجوری بهترین روزمو تبدیل میکنی به بدترین روز. چی بگم دخترم؟ من فقط تو رو دارم. اینطوری باید میشد؟ همه کارا رو تنهایی کردی مامان. من باید چی کار کنم شنل؟ ها؟ تو رو خدا تو یه راهی جلوم بذار.
به نظرم فقط باید صبر کنیم. بالاخره مجبور میشن قبول کنن. بوی خیلی خوبی میدی. الو بابا جون، حالت چطوره؟ اینو باید اینجا بذاریم. راستش من که از این خونه خوشم اومده. کاخ که نیست، اما برای یه دوره موقت خوبه. باید یه دستی به سر و روش بکشیم. اول باید رنگش کنیم. آسیه، فقط کافیه ما با هم باشیم. تو نگران هیچی نباش عزیزم. باشه عزیزم. خوشگل کردن این خونه اونقدرام سخت نیست. مثلا اینجا یه مبل میذاریم، یه چیز خوشگلم میذاریم روی میز، بعدش اینجا یه تابلوی بزرگ میزنیم. بزرگ. اینجا هم یه تابلو میذاریم، قشنگ میشه. چند تا چیز دکوری هم اینجا میذاریم، با چند تا گل خونمون خوشگل میشه عزیزم. ها، برای آشپزخونه هم نیاز نیست چیزی بخریم، جهیزیه من کامله. بعد عقدم میخوام یه نظر بزرگی به آشناها بدم. مامانم، مامان تو، فیدان، شنل، اوستا یاشار. به نظر من که خوب میشه. چرا اینجوری نگاه میکنی مرد؟ آخه تو خیلی خوشگلی آسیه. نمیتونم نگات نکنم. من خیلی عاشقتم. هیچ وقت این دستا رو ول نمیکنم، چون بدجوری بهشون وابستم. اینطوری نگاه نکن، خجالت میکشم. چرا خجالت؟ به خودت افتخار کن، خجالت نکش. بفرمایی. آره ممنون، ولی علاقه ای نداره. بوش خیلی آشناست. یه چیزی رو یادم میاره. اما چی؟ داری چی کار میکنی؟ عطر طبیعی میسازم.
قدیما که عطر نبود و کسی با عطر ادکلن آشنایی نداشت، گلو میمالیدن به بدن زنا. بوی تو که خیلی خوبه. الان گل خوشبوتر شد. دو شاخه گل، یکی از یکی خوشبوتر. خب هر وقت این گلو میبینم تو میای تو ذهنم. آره، خیلی آشناست این بو، واسم خیلی آشناست. انگار قبلن دوستش داشتن. به یاد بیار وقتی این گلو میدیدی یاد من میافتادی نجات. الانم دوباره به یاد بیار، خواهش میکنم نجات. این بو چرا اینقدر برای من آشناست؟ یه آرامش خاص تو این بو هست. یادم نمیاد، حتی نمیدونم اسمش چیه، اما انگار میتونم حسش کنم. به خاطر بیار، حسش کن. به خاطر بیار، خوب فکر کن. اصلا نترس عزیزم، نترس، اتفاقی نمیفته. میدونم چیزی نمیشه، من فقط محض احتیاط این کارو میکنم. تا روز عقد باید مواظب باشیم. هیچ اتفاقی واسه من نمیفته، به خانواده همونم که گفتیم. بزرگترین مشکل همون بود، اما هر جوری بود حلش کردیم. آسیه، اینقدر فکر نکن. اونام وقتی ببینم ما خوشبختیم دیر یا زود با این موضوع کنار میان. فقط باید صبور باشیم. وقتی نوشونو بغل کنن همه این قضایا رو فراموش میکنن. هرچند از مادرم یه چیزایی دیدم، اما تعجب میکنم چطور تا حالا تونسته تحمل بکنه. اما الان انگار باهاش کنار اومده. مامان جون، خواهش میکنم اینطوری نکن. خواهش میکنم از من حمایت کن. اینطوری من نمیتونم خوشحال باشم. اگه تو نخندی منم نمیتونم بخندم. خالایشی، وای به خدا، تو مثل فرشته هایی. انگار ما نمیدونیم ته دلت نمیخوای ناراحتی آسیه رو ببینی. اصلا معلوم نیست. خاله کوتاه بیا، به جاش مراشون دعا کن. انقدر خودتو ناراحت نکن، به صدای قلبت گوش کن. مامان جون، مراسمو حداقل تو این باغ کنار خونه برگزار کنی. وای، من قربونه مامانم بشم. میدونستم دلت نمیاد منو ناراحت کنی. من برای این ازت حمایت میکنم که مرد فکر نکنه تنهایی و اذیتت کنه، وگرنه برای اینکه با اون ازدواج میکنی اصلا خوشحال نیستم. مامان جون،
مرت منو اذیت نمیکنه. تو اصلا نگران نباش. امیدوارم دخترم، امیدوارم. مامان جونم، قربونت برم، من فدات بشم. اوف. خیلی خوب، بس بس دیگه. آی مثل دختر کوچولو فقط بوس میکنین، یالا باشین بوس بازی ها رو تموم کنین، برین کم کم کاراتون رو انجام بدین. من و مرت میخواییم خونه رو تمیز کنیم، باید یکم جمع و جور بشه. منم میتونم تو بقیه کار رو کمک کنم. پس اول برو تو یه خودکار و کاغذ بیار، باید یه لیست از کارا بنویسیم. آی خدا، هر دوشون پاشون رو تو یه کفش کردن. دو روز دیرتر ولی با حوصله همه یه کارا رو میکردیم، نمیشد؟ من فدای مامانم بشم. خیلی خوشحال شدم آسیه، خدا از خاله عایشه راضی باشه. حالا میبینی بعد از این همه چیز خوب میشه. فقط رضایت مامان من مونده، اونم میشه، ولی الان فرصت مناسبی نیست. فعلا نمیخواد با هم حرف بزنه. یعنی اونم بالاخره کنار میاد؟ مگه چاره ای هم داره؟ بالاخره آخرش میفهمه که نمیتونه مانع عشقمون بشه، ولی الان نمیخواد قبول کنه. خودش پشیمون میشه، چون من یکی از تو دست نمیکشم. آسیه من میرم این آشغالا رو بذارم دم در، نباید تو خونه جلو دست پا باشن. من رفتم. آی من نمیتونم، واقعا نمیتونم. خاله عایشه یکم دیگه مونده، الان میرسی. نه خسته نشدم، ولی نباید این کارا رو با عجله و هلهلکی انجام داد. تو اصلا نگران نباش، من کنارتونم و تو همه کارو کمک میکنم. میدونم دخترم، خیره ایشالله این یارو اومده. چیز اون رئیس آسیه نیست؟ دخترم جلوش در مورد عقد و مراسم صحبت نکن، باشه؟ بذار خود آسیه بهش بگه. خوش اومدین آقا عدنان. سلام، خیلی ممنون. کسی نبود، منم میخواستم که برم. من با دخترم شنل رفته بودیم بیرون خرید خونه رو انجام بدیم، یکم کارامون طول کشید. بفرمایین، بفرمایین. خالیده خانم. بله آقا توپراک. خسته نباشین. خیلی ازتون ممنونم. زیاد که خودتونو خسته نمی کنین، نه؟ نه نگران نباشین، سلمانم بیکار نیست، داره تلاش میکنه جهیزیهش کامل بشه. خیلی عالیه، خوشحال شدم. خالیده خانم. بله آقا توپراک. میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟ حتما بفرمایی. این گلایی که جلوی چشممونه، یعنی همین جدیدا، کی اینا رو کاشته؟ اجه خانم دستور دادن، خیلی خوشگلن مگه نه؟ آدم میبینه خوشش میاد. همینطوره، ولی منو یه لحظه به گذشته برد. بوش خیلی برام آشناست. چیز دیگه میخواین آقا توپراک؟ نه. وقتی آسیه خانم رفتن یه پروژهشون نیمه کاره موند. راستش میخواستم در اون مورد باهاشون صحبت کنم. میخواستم بهش بگم اگه امکانش هست یه سر بیاد شرکت تا کار نیمه تمومشو انجام بده. بله بله، وقتی بیاد بهش میگم. آسیه خانوم انگار خونه نیستم. نه بیرون رفته. اگه بخواین بهش زنگ میزنم، ولی الان هست که بیاد، شاید همین نزدیکی باشه. به نظرم اینطوری باشه. به نظر من اینجوری قشنگ تره. میدونی که سلیقتو کاملا قبول دارم. اینم اینجوری بذارم روش. عالی شد. مامانمه.
سلام مامان جون. آسیه جون، آقا عدنان اومدن. واسه چی اومده؟ به خاطر کار اومده، یعنی به خاطر پروژه. یه پروژه نیمه کار داشتی، به خاطر اون اومده. میخوای بیا خونه از نزدیک باهاش صحبت کن، چطوره؟ باشه مامان جون، الان میام. عزیزم، من همین الان باید برم خونه. مگه چیزی شده؟ نه نه، مامانم فقط یکم کمک میخواد درباره وسایل خونه. گفتم حالا که میونمون خوب شده بهونه نیارم و برم. باشه، پس منم باهات میام. منم میرم خونه. یه سری وسایلم اونجاست که باید برم بگیرمشون. از اونجا میرم تعمیرگاه. یه ماشین باید بگیرم. نمیخوام این چیزا رو بذارم واسه آخرین لحظه‌ها. باشه عزیزم. بیا بریم. آی، خبر خوب. آخه اینم شد خبر خوب. آی، ولی جدی جدی تاریخ روز حقم مشخص کردن. خدا جون، اینو کجای دلم بذارم؟ خدا جون، خدا بگم چی کارت نکنه پسر. نه نمیشه، با این کارت مادرتو میکشی. میکشی منو، عاشق آسیه شده. آی آی، سرم، به خدا سرم داره میتره که. اوف، نمیدونم چرا قرار نیست یه روز خوش ببینیم خدا جون. آه، نه نه پسرم، به خدا تا روزی که من نفس میکشم آسیه تو خواب ببینه عروس این خانواده شده، این حرف آخرمه. نه، من این اجازه رو نمیدم. آی آی خدا، فشار و قند خونم همش رفته بالا، چیکار کنم؟ خاله هالیده؟ کی این گل رو خواسته؟ آقا توپراک از این گل خیلی خوشش اومد، گفتم بذارم تو اتاقتون، گفت بذار. چرا پرسیدی؟ هیچی، آخه تا حالا ندیدم آقا توپراک تو اتاقشون گل بذارن، یکم تعجب کردم، فقط همین. من میرم پیش بورک. باشه دخترم. کاری از دست من بر نمیاد، این کمترین کاریه که میتونم. شاید این گلا کمک کنه آقا توپراک بعضی چیزا رو به یاد بیاره. اینجوری دیگه اذیتم نمیشه. اینجوری خیلی خوب میشه اجه. اصلا خودمون وقتی شرکت داریم چرا باید بری توی شرکت دیگه کار کنی؟ ما تو شرکتمون با آدمای جوان و با استعداد مثل تو نیاز داریم. راستش حق با آیدان خانومه. اگه شما بیاین تو شرکت خودمون کار کنین، هم من و هم آیدان خانوم میتونیم بهتون کمک کنیم و حتما از همکار شدن با شما خوشحال میشیم. راستش من اصلا فکرای دیگه ای داشتم، ولی یهویی شد. جواب نهایی رو بهشون ندادم. شاید موقتی اینجا باشم. واسه همینم نمیشه تصمیم گیری. خب یه بار امتحان کن، اینجوری راحت تر تصمیم میگیری. خب همه چیو ببین، اون موقع هر تصمیم خواستی بگیر، خواستی بمون خواستی برو. تازه ببین اجه، با کمک تو شرکت حتما خیلی پیشرفت میکنه. دروغ میگم توپراک؟ آخه من با کارهای شرکت آشنا نیستم، اینم هست. اجه خانم، اگه شما تصمیم بگیرین که بمونین، شک نکنین هم من و هم آیدان خانم تو همه کارهای شرکت به شما کمک میکنیم. اومدن شما به شرکت خیلی ما رو خوشحال میکنه و مطمئنم تو کار اصلا به مشکل نمیخورین. تو خیلی خوششانسی اجه. آقا یالچین جدای مهارتش معلم خوبی هم هست. خیلی از کارمندای خوب شرکت شاگرد ایشونن. تو کارش واقعا بهترینه. ممنونم. باشه، ولی نمیتونم به این زودی جواب بدم، ولی بهش فکر میکنم.
شاید همونطور که تو گفتی خوشم اومد. باور کن خیلی خوشحال میشیم. تازه مامان و برادرت هم خیلی خوشحال میشن. بودن تو تو شرکت حتما به داداشت هم خیلی کمک میکنه. اینو 100% مطمئنم. راست میگی.